تشکر از اینکه تا حال ما را همراهی کردین و حال هم مهمان عزیز را کنار خود دارم اما در رابطه با موضوع ناامنی های اخیر در کابل و دیگر شهرهای افغانستان صحبت های خواهیم داشت موضوعی که نیاز, نیاز اولیه و ابتدایی مردم افغانستان موضوع امنیت است اما حالا مهمانند یک رویا شده حالا که بیشتر کدام موارد کدام را حل ها میتونه واقعا مناسب باشه برای داشتن امنیت برای بودن امنیت برای آمدن امنیت در افغانستان صحبت خواهیم داشت با آقای مبارک بری فعال اجتماعی حالا برشان سلام و صبح بخیر داریم خیلی به نام یاد خدای بزرگ سلام خدمت شما سلام خدمت همه مردم شریف افغانستان خیلی سپاس یک اکبری خوب سال ما را از اینجا آغاز بکنیم اصلا عوامل ناامنی در افغانستان چیست مخصوصا ناامنی که در ای اواخر در کابل بیشتر شاهدش بوده خب به معلوم است که جای مسرت و خوشبختی است که وزارت داخل ها و قماندانی کابل در کل البته در مرکز اینا در در دههای اخیر دست واسین برسند به خاطر آرامش و به خاطر ثبات مردم افغانستان ولی با آن هم ما شاهد هستیم که ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در مرکز روز به روز افزایش پیدا پا. میکنه و این امنی ها سبب این شده است که مردم ما را حالا سرقت های که شامل سرقت های مسلحانه و جرم های جنایی باشه که هم روز شما شاهد هستین که بعضی از جوان های ما را در در های مختلف شهر کابل اینا بر اکبر و بغلولا میکنن و این میشه که عوامل بسیار متعددی داشته باشه از جمله میشه که بحث امنیت باشه بحث اقتصاد باشه فقرای بأ. اقتصادی فقرای فرهنگی یعنی یعنی مواردی هست که بیشتر مردم ما را حالا رنجانده و این که امروز کار و کسبه از میان مردم افغانستان برچیده شده و ما شاهد هستیم که بعضی کسایی هستند که اینمی بیچارهگی اینمی بی 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 یعنی نبود شغل زایی برشان و نبود یک مضمون مشخص که اینا برن در یک جای کار کنن یا مثلا اینا برن تحصیل کنن بأ. یا تعلیم کنن یا درس بگیرن فرا بگیرن اینمی م... مواردی است که بیشتر مردم ما نگران ساخته است و اینا مسلما میرن یا جرمهای های جنایی را انجام میتن یا سرقت های مسلمان را انجام میتن یا هم میرن به صف مخالفین مسلح و یا هم به اعتیاد رو این برد. مواردی است که واقعا ما را با مردم افغانستان بیشتر نگران ساخته به خصوص پایتخت نشینان شما شاید هستین که امروز ما زمانی که از خانه حرکت میکنیم به طرف کار یا کسبه خود یا به طرف دفتر ما دوباره تصمین برگشت نداریم که ما دوباره صحیح و سالم پس دوباره برگردیم پیش خانواده خود با شما شایدش هستیم و شما شاید هستین که حملات بود و این سر خطا و حالا ما شاید هستیم بعضی دزدای عرفوی در شهر کابل پیدا شده که برش با اصلاح حقوقی دزدای قصفید برش میگه که هیچ نمیشه که حالا این یا یک شخصی کورمان او نو په نومو لباس کې ملوه شته او بیا په وروسته سرقت میکنه او اموال و اشیای مردم اینا میدوزن و اینی می بعض مواردی هست که در نیاز است که حکومت همچنان مشخصا وزارت امور داخل کشور که این به خاطر امنیت و به خاطر ثبات مردم افغانستان اینا بیشتر تلاش کنند و تاجلو همچون امنیا را بگیرن تا اینکه که ما شاید از این نباشیم که بعضی کسایی هستند که امروز در افغانستان هستند به خاطر نمی امنیت به خاطر نمی که حداقل اینا یک آرامش نسبی ندارن پا به فرار هستند به کشورهای بیرونی این موارد بیشتر دامنگیر مردم افغانستان شده و بیشتر مردم افغانستان نگران ساخته است و اینمی چالش آبود است که امروز ما ما را واقعا ذهن ما را خیلی خشدار و مخشی ساخته. بله آقای اکبری خیلی مورد خوب را اشاره کردین در رابطه با که جوانان عزیز ما خیلی با این وضعیت سازگاری ندارن فرار میکنن از طریق قاچاق میرن راهایی که بسیار برشون دشوار تمام میشه بالاخره خود از افغانستان بیرون میکنن که جوانان قشر خیلی مهم افغانستان است اگر در سطح کلیتر این صحبت بکنیم در رابطه با اینکه این وضعیت که, ای ای که فعلا بر جامعه ما حکم بالاخره به با کجا خواهد چقدر میتونه آسیب زننده باشه در بخش پیشرفت و ترقی مخصوصا دستاوردهایی که ما در 18 سال پسین در افغانستان بدون تردید بدون تردید صلح نیاز ما برام است فهمیت این دو تیفی است که یکی در مقابل دیگه است و لازم ملزوم یک دیگر است ما بیشتر تاکید کنیم بالای زی که حد ما یک امنیت خوبی داشته باشیم امروز مردم افغانستان از یک امنیت روانی برخوردار نیستند شما شاهدش هستین اگر وضعیت به این منوال روان باشه ما شاهدش هستیم که شاهد شاهد فرار سرمایه ها شاهد فرار نیروی جوان از کشور شما ببینید امروز ما نیاز به تعلیم و تحصیل داریم وقتی لا. که امروز مکانهای تحصیلی ما مکانهای تعلیمی ما اینا بالاخره انتحار میشه انفجار میشه و آرامش از اینا میگیره پس ما امید به کی داشته باشیم پس ما باور به با داشته باشیم لا. یعنی این نگرانی هایی بود است که واقعا مردم افغانستان بیشتر اینا واقعا دچار اینمی تهدیدا کرده و اینجا نیاز است که مردم با حکومت و حکومت همیشه وقت یک یک جنبه های اصلاحی رو به پیش بگیره تا حتی اقل مسائل اینمی جرم های جنایی و همشون اینمی نوامنی هایی که بیشتر در ولایت از بخصوص در مرکز از جلو وزیر بگیره تا ما شاید همش یک بدبختی های نبودیم شما شاهدش هستین که امروز ما پس از ساعت 7 شام نمیتونیم که در شار بگردیم نمیتونیم که بریم به با بازار نمیتونیم که بریم خانه یک دوست خود یعنی در کل ما امنیت روانی نداریم ده. و نیاز است که در اینجا تدابیر اساسی و کلی اتخاذ شود و او حوازات مختلفه کې در مرکز است او در ولایت است اینو مسلمانان باید یو تدابيري امنيتي یو تدابير شديده تخصوص کړي ته مردم هديقل بوتونن کې په کار وکسبه شون همشونه بوتونن کې اینو په نوم د ديدو باديدوي کې درن اینو بوتونن کې به و رسیدګي کړي اگر قرار بایی باشه که وضعیت به با میمنوال باشه باز ما شاید یک یک بحران بسیار کلانی هستیم بلد. و شاید یک یک یک, یک مسئله هستیم که باز اگر او واقعا بیشتر در افغانستان اوج گرفت باز یلا گرفتن از بسیار مشکل است متاسفانه این چنین موارد است خوب است در رابطه با این صحبت بکنیم جدا از موضوعی که نهادهای امنیتی مسئول هستند چقدر مردم میتونه نقش داشته باشه بر تامین امنیت در خود افغانستان مخصوصا شهر کابل شهری که حتی در قسمت های دیپلمات نشین شهر شهر کابل اتفاقات مفتمس صاحب شهر نام صاحب وزیر اکبر خان ساحات که همه فکر میکنن اینجا امنیت نسبتا خوب است ولی اتفاق مفته بدور از انتظار هم بدون شک تا زمانی که مردم با حکومت در تبانی نباشه حکومت هم بتن که تامین امنیت کنه و اینجا نیاز است و شما شاید هستین که شماره 119 برمیگرده به خود وزارت داخلی شماره همش وقت با قول خود منسوبین وزارت امور داخلی کشور این شماره همش و دستات است و میتونن هر زمانی که اینا قضایای جنایی را میبینن یا جرمای جنایی را یا سرقت های میشه که با این شماره به تماس شون ته هدا وقل از اني مشکلات یا جلوگیری کوله او یو ګپه مهم په کلیدی ایست ک تا زمانی که مردم با خود حکومت همانگی نداشته باشه یک همانگی تنگاتنگ تنگ نداشته باشه حکومت هم به تنهایی نمیده شما ببینید امروز کابل مرکز افغانستان بلاتر از بالاتر از 5 میلیون جمعیت داره بس. و انتحاری ها میره یک نقطه استراتژیک خود میترخانه که اونجا واقعا بدون از تصور است بله بدون است بدون تصور مردم افغانستان است و اینجا میره فقط انتحار و انفجار هم که زمان صورت میگیره قربانی از افراد و اشخاص غیر مسئول است بله افراد و اشخاص بیگناه بیچاره هستند که به خاطر یک نان صبح تا شام میرن اونجا کار میکنن به خاطر اولادی وطن اونم تومی انتحار و انفجار میشوند با. و همچنان انځر نقشه کلیدی و اساسی لري دا و حکومت هم باید ما په بشتره مشارکېردم چې جنبهхай ده نظر بگیری راهکړایي ده نظر بگیری ته هداقل ازېنې موضوعات نوامنیه کې امروز واقعا دامنګيري مردمی افغانستان شوډه ازېج لوګيري کنه ته هداقل ما به توانیم چې برویم په طرف کار خود برویم په طرف تحصیل خود برویم په طرف تعلیم خود ته هداقل در قسمت پویايي افغانستان در قسمت بيداري افغانستان ما انو په نقش اساسی کې برمیګرده یا مسوليتي کې برمیګرده به هر شروند افغانستانی یې په شکل کلی و اساسی تمیل کنیم تا داشته باشیم یک افغانستانی که واقعا باثبات باشه و ما یک الگوی باشیم به با کشورهای همسایه بله اوقای بله متاسفانه وقت کم داریم به عنوان آخرین سوال پرسان میکنم به نظر شما رای حال قناعت بخش بر وضعیتی وز که فعلا در افغانستان داریم چی بوده میتونن کدام موارد رو شما فکر میکنین میتونه تاثیر مثبت داشته باشه خب افغانستان یک کشوری است که 40 سال اینجا جنگ است جنگ افغانستان 40 یا 41 سال شده است و همشون کشورهای منطقه کشورهای که الان در افغانستان هستند و اینا هم به نحوی در قسمت امنیت در قسمت نالمی افغانستان دخیل هستند و ما پیشنهاد میکنم به خود وزارت داخله و همشون به منسوب وزارت داخله که اینا اگر واقعا کار میکنن کارشان نمادین نباشه کارهای عملی و جنبه عملی داشته باشه و همچنان مردم اینا بیدار بسازن تا مردم با اینا در تبانی یا در هماهنگی باشه تا حدی یقل از این ها و ازمی سرقتای سرقت ای که رو در نقاط مختلف کابل است جلوگیری شود تا مردم افغانستان یک آرامش نسبی اینجا داشته باشه خیلی سپاس از حضور شما در شما. برنامه جهان سپاس شما سپاس از شما از که تا حال ما را همراهی کردین بازم ما را همراه باشین تا ساعت ده داشته های دیگر برنامه را هم بیننده باشین مهمانای عزیز را کنار خود در صفحه فیسبوک ما هم سره بزنین و موضوع موضوعی که امروز ما شریک ساختیم با ما نظریاتتون حتما در جریان بگذارین عزیزایی که نمیتونن دسترسی به اینترنت ندارن میتونین از خدمات 22 افغان بیسیم فقط دارندگان سیم کارت افغان بیسیم میتونن پیامای کتبیشان را بر ما بفرستن ما هم زیر نویسی تلویزیون های خود میکنیم و عزیزایی که نمیتونن برنامه را با شکل زنده ببینن میخواین بخش های برنامه را جدا جدا ببینن سر بزنین با صفحه یوتیوب ما افغ... آریانا تلویزیون سبسکرایب بکنید تا همیشه برنامه های ما را ببینید ما را همراهی بکنید شما و خبرهای ساعت نو تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین